بچه برای حل همچین سوالی از تیر انسانی 401 سوال تقریبا جدیدیه. فرمول ها رو حفظ باشه، شیبه خط، معادله خط، اینکه چطور جایگذاری کنیم و اینجور چیزا، و کلی وقت گیر باشه. نه، فقط از روی شکل میخوایم استدلال بکنیم و توی نقشه بیاریمش. بیا جلو ببینیم سوال باید چطوری حل بکنیم. میگه نمودار یک تابع خطی از نقاط 1 و منهای 4. ببین اینجا نقطه 1، اینجا منهای 4 و منهای 1 و 3. منهای 1 3 تا اومدیم بالا و منهای 2 آ تا اومدیم حالا بالا، طبق این تابع خطی خود سوال گفته. پس میبینیم که یک روند ثابتی رو داره. خب این اولین نکته. پس توی تابع خطی ما یک روند ثابتی رو داریم. میگیم توی نقطه 1 منهای 4 بوده، دو واحد بکشیم عقب توی منهای 1 نقطه 3 بوده. یعنی چی؟ یعنی دو واحد بکشم عقب، 7 واحد میرم بالا. از منهای 4 اومدم به 3 رسیدم، 7 واحد اومدم بالا. خب حالا من میگم منهای 1 تا منهای 2، سوال گفته منهای 2 چقدر دیگه. از منهای 1 تا منهای 2 یه واحد میکشم این ورتر، خب چند تا میره بالا؟ خب توی دو واحد 7 تا رفته بود بالا، توی یه واحد بکشم سمت چپ قطعا 3.5 تا میره بالا دیگه، درسته؟ نصف این میره، دو برابر بود اومد این ور، 7 تا رفته بالا. خب این نصفشه، اینم قطعا نصفش میره بالا، یعنی یه واحدم بیاییم بالا 3.5 تا میریم بالا. منهای 3 رو میخواست دو واحد میرفتیم بالا، میشد 7 تا، ولی از ما منهای 2 رو خواسته. از منهای 1 تا منهای 2 یه واحد اومدیم این ور، 3.5 تا میریم بالا. 3 با 3.5 جمع بشه مقدارش میشه 6.5. پس اینجا مقدارش 6.5 بوده، یعنی حدوداً اینجا. پس میشه گزینه دوم، بدون اینکه معادله خط بنویسی، بدون اینکه شیب خط بنویسی و بدون اینکه اونا رو بری جایگذاری کنی. بعد از اینکه اون معادلات و اینا رو نوشی، منهای 2 رو میبری توی اون معادله جایگذاری میکنی، در نهایت یک آی به دست میاد. ولی خب الان یک استدلال قشنگی رو انجام دادیم و به راحتی زیر 10 ثانیه سری بخوای انجام بدی به جواب میرسی.